خونه رو آقا باشه گم شو برو دارم. 3 2 1 سلو، خوش اومدی به کانال تو اف تی. خوش اومدی به کانال تو اف تی. تا حالتون چطوره؟ این آخرین باریه که تو کانال تو ام تی ما چهار نفر رو با هم میبینید. متاسفانه برای یه مدتی 40-50 سال مثلا یه مدت کوتاه. و ما تصمیم گرفتیم به عنوان آخرین ویدیو یه دروغ سنج با هم داشته باشیم. حالا سوالا چی جوریه؟ سوالا رفاقتی و همسایگی و اینجور چیزاست. خب تحتش در بیاریم آخر بعد این مدت چیکار چی بوده چی بوده واقعیت ها رو نتیجه داریه نتیجه این همسایگی و این ارتباط و این دوستی چی بوده آخر ما بفهمیم نمیتونیم بزنیم شما برید که تحتش در بیاریم. و بچه های کانال روشی زنده باشی. سوالاتی آماده کردیم که یک به یک من به و تنین از شما دو دوست عزیز میپرسیم و باید راستشو بگید. راستشو نگید خود دستگاه مجازاتتون میکنه. تو آخر برنامه هم بل نمیکنی. نه مجازات رو بل نکردم. آقای همس دوست دارم زجرتون رو ببینم و بعد بریم. اگر تا کنون سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید بزنید روی هر چقدر که این دو نوگله چکفته رو دوست دارید ویدیو رو لایک کنید، چون بازم میگم بچه این آخرین باریه که روشن جان دستتون رو بذارید رو بگی. من خودم گفتم آقا برو کامل رو فلز انگشت رو فلز تمام. روشن جان تا حالا سعی کردید قایمکی برید جای ما نفهمیم؟ چون همسایه بالا سریشون عالم همسایگی اینا بر بچه که نمیدونن. نه 100 بار خودم دیدم اینجوری در آروم بستی اینجوری رفتی با نفهمی. ولی من لای پنجره داشتم نگاهتون میکردم. کجا داریم بریم؟ خب گفت نه کجا رو دارم برم؟ یا خدا پای مکی جایی ما رو نپیچوندیم اینا رو بریم. ای وای راست و پاک تو سر من راست کوتر این آدم رو کره زمین این درصد خطا داره. ولی من حالا که اینجوری فکر میکنم تنین جان سوال بعدی از آرمان. آقا آرمان توحیده بله تنمینی تا حالا غیبت ما رو پیش کسی کردی تو این مدت؟ نه سیکای؟ نه دیگه نه غیبت ها نمیگه آدم های فلانی هم بابا این هم نگه ما رو فلانی هم این ما به اینه که همین هم گفتی نه نه فروت میگه. حالا جا جالب باشه من خودم شنیدم انگشتش هست اینجا باشه. حالا جالب من خودم شنیدم با چشای خودم علکی تشنج ایجاد نکن. آه مطمئن بودیم ما سیکن سر بی پای پای نای نای. خب دروغ بگید دیگه شمایی باشید بریم اعتراف گیری علامه سیده سوسی بگیم چه سوالایی هم ما میپرسیدم آخری بگو راشن اگه بگو بنده رو دیگه تو این سوال آب میدی. تا حالا خوبه ما رو به کسی گفتی؟ مثلا پرچممون ببری بالا خوبمون رو گفته باشی؟ آره خیلی گفتی؟ آره خیلی گفتی؟ بعید میدونم خوبه تو رو من بخریم. نه جفتتون معلوم میشه بابا من ریدم تو این دستگاه واقعا 99% آره واقعا درصد خطا نداره. او منم حالا اونی که دروغ بگید رسواتون میکنه قشنگ. آقا آرمان جان تا حالا خونه ما غذایو به زور خوردی؟ آشغال بوده غذا به زور خوردی؟ آره که تنین ناراحت نشه. نه واقعا نه واقعا نه من فکر میکنم بوده. نه اصلا نمیتونم بخورم. داشتی عرق قرمز شده بودی یه بار داشتی غذای تنین رو میخوردی؟ یه دفعه کتلت درست کردم بود گنده چه کسافتی بود چه کسافتی بود اون غذا. من خودم به زور اونجور سگ میریختی خرم بود چجوری تو باشه پس غذایی رو به زور نخوردی. من در سختت اوکی خیلی به نظر من شده. نه دروغه اصلا نشده. بابا من ریدم تو این دستگاه. واقعا به خودم خودت افتخار میکنم. چه وضعشه من تو این دستگاه نپرس بابا من برق میخوام.
ساعت شده مجازات نیست. من برق میخوام. فکر کن تا آخرش برق نده. این دم آخری. این دم آخری باید جور داری زایه میشی. حالا بهت میگم. رسوات میکنم باشه. روشن تا حالا شده بگی کاش همسایه هم یکی دیگه بود. مثلا فلانی بود بالتر بود و بیشتر خوش میگذر. نه اصلا. اصلا؟ آخه واسه چی بگم؟ نه. قدیم یه رفیقی داشته باشید خیلی حالا میگم کاش که اون بود. نه نگفتی تا حالا اصلا تو دلت هم تو چیزی تو مغزت اصلا نه بدی آقا همسایه باشی یکی دیگه میشه باشه. تمام تلاشش رو داره میکنه. همین یه دونه پشیمون بودیم یکی دیگه هم آرزو کنیم بیاد به حالت این دروغ بزنه با سنگ همچون اوه وی آری کلا آفر خوش آمد بره من هم نسید و بره چقدر ناراحته فشار مدهش اوه چه سوالی پرسی محمد تا حالا شده بره رو مخت مواظبت از گربه های ما میریم مسافرت میسپاریم بهتون گربه ها رو بگی ای بابا دوباره برم غذا بدم دوباره من مثلا انشونو بردارم یه بار استرسی شدم یعنی رو مخم نرفت رو مخت نرفته به نظر من هر دفعه می اومدی فوشو میکشید به جون تنی دوستام به اینا دوباره غذا بدم شما بریم ولی ما داریم شپشو در یابید این چه انبازیه روشنگ جان تا حالا شده از همسایگی با ما خسته شی نه اصلا نشده بگه بابا اش ما خود جدا بودیم راحت تر بودیم نزدیکیم خیلی معذبیم همسایمون فامیل همسایم او داره گریه میکنه آخ جون یس حالا گریه کردی این اگر بگی دروغ ببین چه آدمی هستی تو یعنی چه ریاکار عوضی دروغگویی هستی امیدوارم به خاطر این عشقا هم نزنه دروغ به زنه هم چی میزنم تو گوشت قاب عکس چی بقیل عکس خودم حروم لغمه عشق تمسا میریزی ترته اون موقع میزن درست رو ترت نبود الان ترته دیدی من فهمیدم این عشق میریزه عزم نخواهی دستگاه خرابه چون میدونستی میزنه دروغ که ما عشقا رو باور کنیم لاشخور حق دارم سخت آدم این فامیلش نزدیکش باشه میخواد بره بیاد از پنجره داره نگاهش میکنه سخته دیگه حق داره سخته فامیل فضول داشتم واقعا تا حالا شده سرصدای دعواهای ما تا پایین بیاد آره چقدر شده یه بار بوده یه بار یعنی ما بقیه موقع که دعوا میکردیم شما نمیشه یه بار شنیدی یه بار شنیدی چی شنیدی بار بگو چی بگم بدونم چون خفه شد تو چی تنی میگفت خفه شد من چی نمیگفتم آفرین همینه بچه ها همینه تنی فوشکش میکنه منو من صبور میشینم یه گوشه میگم تنین جان کافی عزیزم قربون باشه با هم صحبت میکنیم حلش میکنیم دروغ میگه الان مشخص میشه الان مشخص میشه دروغ میگه هی میگم تنین جان باشه عزیزم تمام ما به هر انسان متمدنی هستیم با هم دیگه حلش میکنیم نه ولی دستا خیسود اینقدر پاس همینو میخواستم روشنک جان تا حالا شده ما بیایم خونتون مثلا حوصله ما رو نداشته باشی بابا برید دیگه نه نشده اصلا امکان نداره نه عاشق این بودم که شما میبرید پایین به خودم عاشق این بودی آره ببینیم میخوام دروغ گفته باشی دیگه با هم دیگه میبینیم نه ما میبینی ما این هرچی بگه راست یعنی با آغوش خب بگو نه یا این خونتون آقا نه اینو یه کاریش کرد به خدا این دستا پژوهش شده رو ژاپنیا پژوهش کردن 99.9% ای زن بابا واسه چی من باید خاطر بشم این دستا 99.9% درسته تو رو من خیانت کردی پس کی همون موقع که دستا دوست آره آره
خاطر حفظ آبروی این دستگاه هم کشید. مهم نیست تو ناراحت میشید ولی آره. نه واقعا ولی علمیه، ضربان قلب موقع دروغ گفتن شما ضربان قلبت میره بالا و این پس تو یعنی خیانت کردی. نه موقع ضربان قلب من بخاطر چیز دیگه رفته بود بالا. من دقیقا بخاطر چیز دیگه ضربان قلبم بالا شد. واقعا خجالت داره. منم استرسی ام. من حس میکردم که درگیری ذهنی ام ضربان قلبم بالا. دوست نداره زیاد بریم. من ببین اگه واقعا چیز بود روشنک بود. یعنی گفتم به بچه‌ها بابا بگو بریم. میدونی که دارن شرطو بدن. من برای کی دارم توضیح میدم؟ نه حقم داری چون من بودم یعنی هر روز میگفتم حقم چرت. چون ویدیو ادیت میکرد خسته میشد دیگه واقعا حوصله ما رو نداشت. من خودم اصلا نمیدونم بعد خستگی شما بیرون اومدی. آره 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 که صدای ما رو شنیده بودی و اعلام کردی که صدای منو شنیدی. حس میکردم حوصله ما رو نداری. تا حالا تا حالا شده راجع به قیافه یا تیپ ما با هم صحبت کنید؟ آره این اوزگل چرا این شکلی میگرده؟ نه اینجوری نکن. خوب گفتی یا بد گفتی؟ میگم بعدت چی گفتم. نه الان بگو. خب بزن بگی بعدت چی گفتم. چون من که سلطان تیپ خاورمیانه هم تازگی ها گفتم اتفاقا. بگو بگو چی گفتی؟ بد گفتی؟ نه خب خنددار بود. خنددار بود؟ تیپ چی؟ کدوم؟ تیپ رساده بود تو گروه. کدوم؟ بابا تو گروه بودی اتونه نداشتید شمال بودید داشتید میرم آها عرض قدیمی تو با خیر یعنی گفتم تنی دیگاره تنی واقعا بعد 5-6 سال پیش بود خیلی زایه بود تنی بچه یه مادر نه ببین تو انگار برای 10 سال بعدت بود اصلا توی گفتی یا نه گفته بود چقدر درد داره خیلی درد داره عاشق دم رفتاری چه عذابی بابا داره میدید کجاش دروغ گفتی که این دستگاه تشخیص داد داری دروغ میدید این نه پس اینجوری نگفتی گفتی عجب خزی بوده آره اگه اینو گفته بودی که میزن راسته از گلن دوست نهاره باجه شو خب گفتی دیگه نه گفتم این قشنگ گفتم سال بعد تن این اوزگلا میگشته آره اینجوری گفتی وگرنه نمیزد بعد چی جوری گفتی بابا چرا قدر دست شما قرم میدی چی گفتی راجع به تیپ زایه این بازجوه روشنک علی چی؟ تا حالا شده یه به چی داری بخواهی؟ یه روشنک علی محمد روشنک تا حالا شده یه ویدیویی تو کانال ما ببینی بگین چقدر بی نمک بود ویدیوشون میدونم که گفتی نه اکثر مواقع این انتقاد تو به ما داری که چقدر شما دوتا بی نمک مزد بود من که همیشه بی نمک هیچ وقت نگفتم نه چی گفتی؟ به تو هم که نداره سوالتیم ان نمک نه نه گفتی چقدر ویدیوش تخمی نه بابا نه گفتی نه هیچ بدی راجع به ویدیوی ما نگفتی باشه معلوم میشه تا چند ثانیه دیگه معلوم میشه چون من میدونم هر وقت ویدیو ما میبینی دوتا برای چی من این کارها خودم تو ویدیوهای شما خفه شو بیش بابا اینو درست نگفتم تن اینجا بابا این خرید دستانی که از اون موقع اینو ریست کرد به قرآن اینو نره ریست دیگه به نظرم چرا با ما رفاقت که اینقدر بدتون میاد اما ببخشید که همسایتون هستیم ببخشید که همسایتون بودیم ما دفعه ما اول زودتر از شما اومدیم ما نیم مجبور بودیم اینجا گفتش آقا این پایین هست ما هم گرفت بعدتون میاد آن یکی بگید به شما رو رفت آمد نکنید آرمان توحید است یه خورده دیگه سوالا داره از اون حالت همسایگی در میاد اگه برگردی عقب بازم مهاجرت به اینجا رو انتخاب میکنی؟ با وجود آدم های گوی مثل ما آره آره؟ معلوم میشه نه من حس کردم تو وقتی اومدی اینجا دیدی ما هستیم یه خور تو ذوقت میدونه یک ماه بعد اینکه شما رفتیم خونه رو آقا پاشو گام شما رو دارم فقط خوشحالم که دارید میرید از این عذاب راحت باشید بابا من با تنلی رفت به خاطر تنلی نصفش اومده من فکر کنم از این شرکت استرس هم بالاست دارید به خاطر اینکه اون اومد اینجا من اومده سوال آخر سوال آخر از جفتتون میپرسم دوستان عزیز میدونم اول شما بذار میدونم که چرا تاثیر بعد چیز داشت فکر کنم تا مونده پیشابر بهش میگن یه سوال وارا راستش رو بگو بابا میدونم چیزی که دیدیم تا چیزی که دیدیم ما زیاد خوشت نمیومد از ما زیاد حال نمیکرد ولی این سوال آخره ما رو از ته قلبت دوست داری یا یکم تعارف معارف و فامیل بازی اینا توش هست نه ته قلبم دوستتون دارم واقعا من که باور نمیکنم پس بریم دستگاه ببینیم چی میگه من چه خوبیه
یک قند عسل، یک نمک تو. مشخص میشه کی قند عسل کی نمک. چی شد؟ یه اروری داد. اما دستتو برداشتی عوضی، اون وقت دست برمیده. چرا الان بردار؟ هزار. داشت داشت میکرد. بکره خره نمیفهمه، نه میگم ژاپنی ها رو تحقیق کرد. بابا این خره این بابا. بابا من ریدم تو دهنت. ای تنی شما بذار هستم عرف کرده بابا. غلطه دیگه چیزی بگو. غلطه نه حالا شاید فامیل بازی دیگه. آره غلط هست. تنین جان ما رو از ته قلبت دوست داشتی یا اینکه ببخشید روشنک جان ما رو از ته قلبت دوست داشتی یا اینکه تو رو فوت ما به هر حال همسایه بودیم دیگه باید از ته قلبم نمیدونم با تمام وجودم نه این سر گریه جا بدون نه دوستتون داشتم دوستتون دارم اصلا خیلی دوستتون دارم مشخص میشه حالا توی عشق بریز به خدا خیلی دوستت مشخص میشه اگه بازی من مشخص با گریه داره میگه این خرابه ریدم من توی این خرابه اونجا داری میریم ببینیم میزنه یا نمیزنه این خرابه بیا سوال بپرس چیو؟ کجا میخواییم بریم الان این پیشگویی نمی کنه که من میدونم این کجا میخواییم بریم این سوال چرا میبریم ببینیم یه کاری کرده داری یه دستگاه دروب سنج چطور؟ این ویدیو به بعد دیگه تموم شد. اجازه چطور اون اولا که هی خساله خوشگل قشنگ میاد داشت این هم میگفت دارسته شاید دروغای اولتون که تونستی دستگاه رو فریب بدید کم کم ضربان قلبتون رو برده بود بالا. نه ضربان قلبم واقعا بالا آخریا که رسید ولی سر یه چیز دیگه بالا ضربان قلبم کاش نمیدیدیم همو اینجوری بگم استرس کاش هیچ وقت باهات آشنا نمیشدم با این بحث پرواز دارید نشستیم تو میریم میرسیم به او مای گاد دروغه خبرتونو برام بیارم آخه پرواز داریم نه چیکار کردم با مادم کاش نمیگرفتیم ویدیو رو تنی چقدر ناراحت بودیم دارن میرن الکی بچه ها ما واقعا قبل از اینکه این ویدیو رو بگیریم مراسم خدافظی داشتیم به اشتباه و اینکه یه ذره حالت گریه و اینا اگه تو صورت هامون دیدیم به خاطر رفتن بچه ها بود چون من میدونستم اینجوریه و اینکه خیلی غم انگیزه که قراره برای تایمی از هم جدا باشیم و ما تمام سعی میکردیم که توی برنامه هامون جا بدیم این ویدیو رو بگیریم که توی کانالمون باشه ویدیوی خدافظی افتادم به من محبت کنیم من نمیتونم اتنم من با این وضعی که دیدم من یه نجاتم میشیم میخوام سر به تنتون نموشه با این وضع واقعا خیلی دوستتون دارم درم زیر شوقه این دوستتون خیلی مرسی که بودیم ولی واقعا من در کنار شما بودن تجربه خوبی بود عالی بود چیزهای زیادی ازتون یاد گرفتیم تا جایی که شد خواستیم که خوب باشیم براتون ولی مثل که نشده کم بودیم آی دارم زودتر دوباره برگردیم پیش هم دیگه مرسی از خودتون یعنی اصلا با شما اینو بگم که اگه شما نبودید واقعا چون ما اینجا دوست اصلا پیدا نتونستیم بکنیم حالا چند تا دوست داریم ولی خب تو همین شهر نیست این چه حرفی این که اصلا شما بودید ما موندگار شدیم به نظر من وگرنه برمیداشتم از سری واقعا کنار هم بودم مهاجرت رو خیلی آسان‌تر کرده بود برای هممون به افتخار آخرین قاب چهار نفری روشیمن و تو ام تی یه دست مرتب بزنید بچه ها ویدیو رو لایک کنن اگه ما رو دوست داشتن چون اگر بار گران بودیم رفتیم اگر نامهربان بودیم رفتیم شما رو به خدای بزرگ میسپارم یا علی دست حق نگهدارتون یادتون باشه که من
خیلی دوست دارم. خدافظ. آقا مشتی باشی. یاران چه غریبا. یاران چه غریبا. تموم شد. آخرین فریماست که دارم ما صرفش کنارم. رفتند از این خانه. سوختشم. آخرین باری که دکمه ریکورد کی جرأت داره بزنه دکمه ریکورد و برای همیشه این تصویر سیاه شه؟ کی جرأت داره این تصویر رو برای همیشه خاموش کنه؟ نمیتونم وقتی میگی قضیه تو قطع کن، نه تو قطع کن. پاشا روشن کار خواهی از همه قضیه القلب تر خواهی. پاشا پاشا درنگی متاسفم ولی بچه ها پرواز رفتند از این قضیه القلب.